و خبری از بحرین دستگاه قضایی بحرین محاکمه چند غیر نظامی را به دادگاه نظامی ارجاع داد سرتیپ یوسف راشد فلایفل رئیس دستگاه قضایی نظامی بحرین اعلام کرد که دستگاه های مبارزه با تروریسم توانسته اند اعضای یک گروه را که به گفته او مرتکب جرایم تروریستی علیه نیروهای دفاعی بحرین شده اند بازداشت کنند به گزارش خبرگزاری بحرین بنا به گفته فلیفل دادستانی نظامی پس از پایان تحقیقات تصمیم گرفت که متهمان این پرونده را به دادگاه بزرگ نظامی ارجاع دهد و زمان محاکمه آنها به زودی اعلام خواهد شد از حدود شش ماه قبل به دنبال موافقت پادشاه بحرین با محاکمه غیر نظامیان در دادگاه های نظامی این نخستین بار است که مسئولان بحرین متهمان غیر نظامی را برای محاکمه به دادگاه نظامی ارجاع می دهند. حمد بن آل خلیفه آوریل گذشته با اجرای اصلاحاتی در بند مربوط به منحصر شدن محاکمه های نظامی به جرایم افراد نظامی و نیروهای امنیتی موافقت کرد تا این بند به گونه اصلاح شود که دستگاه غذایی نظامی اجازه محاکمه غیر نظامیان را داشته باشد چنان ذکر است نظام حکومتی بحرین از حدود 6 سال پیش به شکلی بی سابقه مخالفان خود خصوصا شیعیان را تحت تعقیب قرار داده و علاوه بر حبس های طولانی مدت و سلب تابعیت آنها با پرونده های ساختگی آنان را به عملیات تروریستی محکوم و در مواردی اعدام کرده است